سلام دوستان عزیزم، روزتون بخیر. کنار هم هستیم با درس پنجم از سطح B1. اگر در تصویر نگاه کنید، آقایی رو میبینید که داره تلویزیون نگاه میکنه. فنزی توب، توب یعنی نوع تلویزیونی که داره نگاه میکنه. اینجا همونطور که دارید میبینید میخنده، بس فیلمی که داره نگاه میکنه لوستیگه هستش. ده لوستیگه به معنی خنده دار، بامزه و خنده دار. ده لوستیگه یک نوع از فیلم ها پس خنده دار هستن، مانند فیلم های کمدی. بالاش هم اگر نگاه کنید نوشه توب آ. اینجا ما میخواییم انواع برنامه های تلویزیون رو با همدیگه یاد بگیریم. پس نوع اولش توب آ، نوع آش شد فیلم های بامزه و خنده دار، مانند کمدی، فیلم های کمدی، کمدی، فیلم های کمدی و همچنین فیلم هایی که حالت انیمیشن دارن. باز هم جزء فیلم هایی که برای تفریح و سرگرمی هستن استفاده میشه، گفته میشه تریک فیلم. تریک فیلم انیمیشن هستش و کمدی فیلم های کمدی هستش که زیرگروه این نوع از برنامه ها. نوع دیگه فیلم های کریمی هستن. کریمی دوستان به معنی جنایی هستش. ده کریمی فن، کسی که طرفدار فیلم های جنایی هستش. ده کریمی فن، شخصی که طرفدار فیلم های جنایی یا داستان های جنایی هستش. کریمی فن، مانند برنامه های کاراگاهی، دتکتیو زقی، زقی یعنی سریال، دتکتیو یعنی کاراگاه. دتکتیو زقی به معنی سریال کاراگاهی هستش، یا کریمی جنایی. اکسیون زقی، اکسیون زقی یعنی سریال های اکشن. اینها زیر مجموعه توبی نوع ب ما هستن که گفته میشه طرفدارهای سریال‌های جنایی. یک نوع دیگه از فیلم‌ها که یک سری از مردم دوست دارن مربوط به محیط زیست و حیوانات هستش، گفته میشه اوکوتوب. ده اوکوتوب به معنی کسی که از نوع محیط زیست هستش، علاقه‌مند به محیط زیست هستن. ده اوکوتوب، مانند تیه فیلم، فیلم های حیوانات، تیه فیلم، ناتور فیلم، فیلم طبیعت، ناتور طبیعت هستش، و یا گزون هایز قد گیبا که راهنمای سلامت هستن. گزون هایز قد گیبا، اینها در واقع مجموعی هستن که مربوط به محیط زیست و حیوانات و طبیعت میشن که میگیم در اوکوتوب. یک سری از برنامه‌ها که مردم طرفدارش هستن مربوط به ورزش میشه. شپورت فان، شپورت فان یعنی کسایی که طرفدار ورزش هستن. ده شپورت فان، طرفدار ورزش. مثلا فیلم هایی که مربوط میشه به شپورت مگازین، مجله ورزشی. شپورت مگازین، مجله ورزشی. فوتبال، فوتبال، تنیس. لاش اتلتیک، ورزشکاری. لاش اتلتیک، ورزشکاری. و یا مسابقاتی که مربوط به ماشین میشه، فامل اینس، فامل اینس، مسابقات فرمول یک. اینها همشون زیر مجموعه شپات میشن. ده شپات فن، پس افرادی هستن که این برنامه ورزشی رو میبینن و بهشون گفته میشه که طرفدار ورزشن. ده شپات فن. نوع دیگه فیلم هایی هستش که خیلی احساساتی هستش. ده زنتیمنتاله، ده زنتیمنتاله به معنی فیلم هایی که احساساتی هستن، مثل سریال های خانوادگی، فیلم های عاشقانه. اینها همشون جزو زنتیمنتال حساب میشن. ده زنتیمنتاله، احساساتی. مثلا همونطور که گفتیم فامیلین زقی، زقی گفتیم سریال، فامیلی خانواده، فامیلین زقی سریال های خانوادگی. کرنکن هاوس زقی، سریال های بیمارستانی. کرنکن هاوس زقی، فیلم های بیمارستانی یا سریال های بیمارستانی. لیبس فیلم، لیبس فیلم هم فیلم عاشقانه هستش. لیبس فیلم، فیلم هایی که مربوط به عشق و عاشقی میشه. اینها هم جزو فیلم های احساساتی هستن. و آخرین نوعی که امروز با هم دیگه یاد میگیریم در پروفزور هستش، فیلم هایی که مربوط به مسائل حرفه‌ای و تخصصی میشه. در پروفزور،
در پروفسور یعنی استاد و یا در مورد مطالبی که خیلی حرفه‌ای و تخصصی هست صحبت میشه. مثلا برنامه‌هایی که مربوط به کویز میشه، پرسش و پاسخ هست. کویز، پرسش و پاسخ، یا برنامه‌هایی که مربوط به سیاست میشه، نمایش سیاست. پولیت مغازین، پولیت مغازین به معنی مجله سیاسی. در مورد مطالبی که مرتبط با سیاست هست، علاقه‌مندان برنامه رو نگاه میکنن. پولیت مغازین. هر چیزی که به صورت خیلی تخصصی برنامهش پخش میشه زیرگروه این برنامه ها هستش. وی فند استو دن فیلم. وی فند استو دن فیلم. دوستان، زمانی که در مورد نظر پرسیدن از کسی میخوایم از یک فعل استفاده کنیم در زبان آلمانی، فیندن یکی از افعالی هستش که بسیار پرکاربرده. در حالت گذشته تبدیل میشه به فندن. وی فند استو دن فیلم. نظر در مورد این فیلم چه بود؟ ایش فند این زگود. من به نظرم که این فیلم خیلی خیلی خوب بودش. اینجا نظرش رو باز هم با فعل فند نشون داشت. ایش فند این زگود. و یا اینکه ایش فند این ویکلیش گود. من اون رو واقعا خوب دیدم. ایش فند این ویکلیش گود. اما انده فند ایش نیش زو گود. اما آخر فیلم به نظر من جالب نبود. دسوار نیش زو شپانند. اون خیلی برام جالب نبودش آخر فیلم. پس سوال به این صورت بود. وی فند استو دن فیلم. ایش فند این زه گود. و یا ایش فند این ویکلیش گود. و همینطور در ادامه میگه که اما دست انده فند ایش نیش زو گود. Das war nie so spannend. پس به این صورت شما میتونید نظر شخصی رو در مورد یک فیلم بپرسید، یا اینکه در مورد اینکه بازیگرش خوب بود یا نه، آیا پسندید شخص مقابلتون یا نه هم سوال بپرسید. Und wie haben dir die Schauspieler gefallen? Und wie haben دیه دی شاوشپیلا گفالن. و چطور بود بازیگرش؟ آیا اون رو پسندیدی؟ جواب میتونه به این صورت باشه. ایش فند زی اشت گود. ایش فند زی اشت گود. اش یعنی واقعا. اون واقعا به نظر من خوب بود. ایش فند زی اشت گود. و یا احتمیه گانیش گفالن. اینجا منفیش هستش. احتمیه گانیش گفالن. گانیش یعنی به هیچ عنوان من اون رو نپسندیدم. احتمیه گانیش گفالن. اینطور میتونید نظر خودتون رو در مورد فیلم و یا بازیگر بگید و یا اینکه سوال بپرسید. این هم از برنامه پنجم ما از سطح بیانس آینس. امیدوارم براتون مفید و کاربردی بوده باشه. تا قسمت دیگه برنامه‌مون، خدا یار و نگهدار.